دوستای عزیزم سلام. میدونستید موبایلای امروزی از یه دوربین حرفه‌ای چیزی کم ندارن؟ تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا موبایلا بیشتر از یه دوربین دارن؟ میدونستید که فلش موبایل فقط برای استفاده در شب نیست؟ واقعیت‌های افسوده رو با دوربین گوشیتون امتحان کردید؟ از غذاهاتون چجوری عکس میگیرید که دهن هر کسی رو آب بندازید؟ موبایل شما هم میتونه عکس پورتره بگیره؟ تا حالا از یه حشره خیلی کوچیک با همین موبایلی که توی دستتونه یه عکس خفن گرفتید؟ گذر زمان و چی؟ با تایم لپس تجربه کردید؟ اگر دوست دارید کاری جالب انجام بدید و با موبایلتون حرفه‌ای عکاسی کنید، تماشای این ویدیو را از دست ندید. موبایل های امروزی بیشتر از یه دوربین دارن تا هم حرفه‌ای تر عکاسی کنن و هم بتونن با حالت های متنوع تری عکس بگیرن. اسم چند تا از این لنز ها رو برای شروع میگم و اگر دوست دارید کاربردشون رو بدونید تا انتها این ویدیو رو تماشا کنید. فراموش هم نکنید که بسته به مدل گوشی لنز های استفاده شده متفاوته. سنسور واید یا همون لنز اصلی که همه میشناسید، سنسور اولترا واید یا فوق عریض، لنز تلفوتو، سنسور تشخیص عمق و لنز ماکرو. همه ما عکسای زیادی از حشرات و گل و گیاه دیدیم که با جزئیات فوق‌العاده زیاد و خارق‌العاده‌ای همراه بودند. موبایل‌های امروزی به لطف سنسور ماکرو میتونن عکسای این مدلی بگیرن. این سنسور بهتون اجازه میده از فاصله خیلی خیلی نزدیک از سوژه‌های خیلی کوچیک عکس با کیفیت بگیرید و کلی چیزای عجیب ببینید. این مود را فعال کنید و تا جایی که میتونید به سوژه نزدیک بشید و قبل از عکس گرفتن با ضربه روی صفحه فوکوس کنید. این زنبور کوچولویی که توی عکس اینقدر جس گرفته، ما رو ساعت‌ها دنبال خودش اینور اونور برده تا بالاخره یه جا نشسته که ازش عکس بگیریم. جزئیات دقیقی که از این زنبور میبینید نتیجه استفاده از سنسور ماکروه. پاناروما قابلیت باحالیه که تقریبا همه موبایل ها دارن و بهتون اجازه میده با زاویه 180 یا 360 درجه عکاسی کنید. کافیه این مود را فعال کنید و فکر کنید وسط یه دایره ایستادید. حالا خیلی آروم و بدون اینکه حرکت کنید سر جاتون بچرخید. با این کار یه تصویر شگفت انگیز خلق میکنید. این روزها با رزولوشن های مختلف و سایز های متفاوتی میتونید عکاسی کنید. کافیه توی قسمت تنظیمات کیفیت و اندازه دلخواه خودتون رو انتخاب بکنید، چون موبایل به طور پیش‌فرض بهینه ترین حالت عکاسی رو انتخاب میکنه. ما این کار رو انجام دادیم و با کیفیت و سایز های مختلف عکس گرفتیم. بیاید نتیجه رو ببینیم. همیشه سعی کنید بسته به نیازتون کیفیت رو انتخاب کنید. درسته عکسایی که رزولوشن بالاتری دارن جزئیات بیشتری رو نشون میدن و کیفیت بهتری هم دارن، اما فراموش نکنید برای عکاسی با رزولوشن بالا حتما از سه‌پایه عکاسی استفاده کنید، چون گوشی زمانی رو برای پردازش نیاز داره که موبایل باید حتما ثابت باشه و جدا از این رزولوشن بالاتر یعنی چندین برابر حجم بیشتر. حالا که حرف از سایز شد، بذارید از سنسور اولترا واید یا سنسور فوق عریض بگم. اگر موبایل شما این لنز رو داشته باشه، با زاویه دید بیشتری میتونید عکس بگیرید. مثلا این عکس رو ببینید، سنسور اولترا واید فضای بیشتری رو توی عکس جا داده. گرفتن یک فیلم کوتاه اسلو موشن هم میتونه ساعت‌ها سرگرمتون کنه. اینکه اسلو موشن با چه تعداد فریمی در ثانیه ثبت بشه تا حد زیادی به موبایلتون بستگی داره. با کمک این مود لحظه دیدنی از پخش شدن آب هویج ثبت کردیم، چیزی که هیچ وقت با چشم دیده نمیشه. فقط یادتون باشه که زمان توی گرفتن اسلو موشن خیلی مهمه. مثلا اگر خواستید از یک حرکت ورزشی فیلم بگیرید، باید زمان مناسبی بین فیلم گرفتن و اجرای اون حرکت پیدا کنید. بعضی از مدل ها هم از همون ابتدا گرفتن اسلو موشن رو شروع میکنن و در آخر بهتون اجازه میدن که زمان دقیق اسلو موشن رو خودتون تنظیم کنید. واقعیت های افسوده با نمکی در قسمت AR لنز در بعضی از مدل ها وجود داره. با این مود خودتون و کوچولوها رو حسابی سرگرم کنید. موافقید چند تا نمونه با هم ببینیم؟ دفعه
بعد که خواستید از غذا و یا خوراکی‌های مختلف عکس بگیرید، حتما از حالت غذایی گوشیتون استفاده کنید، چون این حالت میدونه که از غذاها چجوری عکس بگیره و نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها رو خوشمزه‌تر نشون بده. تایم لپس یعنی مرور زمان و نقطه مقابل اسلو موشنه و شما میتونید خیلی سریع اتفاقاتی که توی بازه زمانی طولانی افتاده رو توی چند ثانیه ببینید. کافیه موبایلتون رو روی یک سپایه بذارید و این مود رو فعال کنید و اجازه بدید برای یک مدت زمان مشخص، مثلا یک ساعت، تصاویر ثبت بشن و بعد همون یک ساعت رو توی چند ثانیه با سرعت ببینید. با حال نه، سرعت تایم لپس قابل تنظیمه و اگر بخواید فیلم سریع تری داشته باشید، زمان بیشتری هم باید فیلم برداری کنید. مثلا من برای این 9 ثانیه یک ساعت و نیم زمان گذاشتم. تا همین چند سال پیش برای داشتن یک عکس پورتری خوب به یه دوربین حرفه‌ای هم نیاز داشتید. باورتون میشه موبایل ها بتونن اینقدر خوب پورتری بگیرن؟ به لطف لنز هایی مثل تشخیص عمق و تلفوتو، موبایل های امروزی پورتری خیلی خوبی میگیرن. سنسور عمق با تشخیص درست بک‌گراند پشت صحنه رو بلور میکنه. از طرفی اگر موبایلتون سنسور تلفوتو داشته باشه، این لنز روی چهره زوم میکنه. البته بعضی از مدل ها هم با کمک لنز اصلی و استفاده از نرم افزار عکس پورتری میگیرن. برای گرفتن یک پورتری خوب یه زاویه مناسب پیدا کنید و به خوبی هم فوکوس کنید تا موبایل بتونه پشت سرتون رو به زیبایی بلور کنه. یکی دیگه از کاربردهای لنز تلفوتو میشه به قابلیت زوم بدون از بین رفتن جزئیات اشاره کرد. یکی دیگه از قابلیت هایی که موبایل های امروزی دارن فیلم برداری با کیفیت 4K که ما با این کیفیت و کیفیت پیش‌فرض موبایل فیلم برداری رو انجام دادیم و شما میتونید کنار هم این دوتا کیفیت رو ببینید. 4K کیفیت بالا و حجم زیادی داره. این حالت در موبایل ها محدوده و گاهی فقط تا 10 دقیقه میتونید فیلم برداری با کیفیت 4K رو داشته باشید. اینو هم در نظر بگیرید که نمایش 4K و 1080 در اندازه نمایشگرهای موبایل تفاوت زیادی با هم نداره. پس استفاده از 4K رو برای زمانی بذارید که بخواید فیلم رو روی یک صفحه نمایش بزرگتر مثل تلویزیون ببینید. حالت نایت مود برای عکاسی در شب طراحی شده و اگر خواستید شب عکاسی کنید، این حالت رو فعال کنید. ما برای درک بهتر شما عکاسی با این حالت و بدون استفاده از این حالت رو کنار هم گذاشتیم تا تأثیر استفاده از حالت نایت مود رو نشون بدیم. بیشتر موبایل ها قابلیت بهینه‌سازی چهره رو با کمک تنظیمات بیوتی و یا زیبایی در اختیار شما میذارن و میتونید رنگ پوست، عیوب چهره و چیزای این مدلی رو تا حد زیادی سفارشی کنید. عکسی که با حالت بیوتی گرفتم قشنگه، ولی عکس طبیعی یه چیز دیگه است. این قابلیت ها در اکثر موبایل های امروزی وجود دارن و بسته به برند و مدل گوشی ممکنه قابلیتی وجود داشته باشه و یا یه موبایل از قابلیت خاصی استفاده نکرده باشه. و اگر دیدید موبایلی لنز های بیشتری داره، بدونید قابلیت های بیشتری رو هم در اختیارتون میذاره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. شما کدوم قابلیت رو بیشتر دوست داشتید؟ اگر ایده جالبی دارید، کافیه اون پایین توی قسمت کامنت واسمون بنویسید.